تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هر آیه رو 5-6 دقیقه فشرده تفسیر داریم. رسیدیم به جزء 5 سوره نساء آیه 73. موضوع آیه اینه که بعضی ها که رگ نفاق دارن، اینها نونو به نرخ روز بخورن. اگر تو جبهه زخمی شدن مسلمان ها، میگم چه خوب شد ما زخمی نشدیم، چه خوب شد جبهه نرفتیم یا مشکلی پیدا نکردیم. ولی اگر پیروز شدن مسلمان ها، میگن ای کاش ما هم رفته بودیم، به غنایم رسیده بودیم. یعنی دنبال اینه که کجا چربتره، دنبال چرباش میگردن. یا یه میخواد بگه عده دنبال چرباش میگردن. مرد خدا و مرد الهی و عبد الهی نیستن، چون خدا چی دوست داره، میگن ما سهم ما چیه. آیه رو بشنوید. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. آیه قبل فرمود که اینها که تو جبهه افراد سست و ضعیف الایمان یا منافقی هستن، که اگر خطر پیش اومد میگن چه خوب شد ما جبهه نرفتیم یا تو جبهه بودیم اونا آسیب ندیدیم. اما ولئن اصابکم فضل من الله، حالا اگر جبهه مسلمان پیروز شدن و به فضل الهی رسیدن و غنایمی دستش اومد، ولئن اصابکم فضل من الله، اگر فضل و غنیمتی از سوی خدا به اینها رسید، اینا چه میکنن؟ میگن که اونچنان که مثل که کلم تکن بینکم و بینهم موده، یعنی انگار هیچ دوستی نبوده، اصلا نفع شما رو نفع خودشو، آخر دمی که دوسته نفع خودشو نفع مردم میگه نفع ما نه، چه فرق میکنه اونا بخیرستن الحمدلله. یعنی چون اینها منافق هستن، خیر شما رو خیر خودشون نمیدونن. تا میگن به شما به غنیمت رسیدید تو جبهه پیروز شدید، میگن که یالایتنی کنتم اهم فافوز فوزن عظیما، کاش ما هم در جهاد به اونها بودیم و تا رستگار میشدیم و به غنایم میرسیدیم. خصلت‌های انسان‌ها رو بیان می‌کنه. این انسان شناسی، خصلت شناسی، دوست شناسی، دشمن شناسی، همه عناوین تو این آیه هست. می‌فرماید ولئن اصابکم فضل من الله. فضل رو گفته من الله، یعنی در رسیدن فضل و غنیمت اسم خدا مطرح، فضل من الله، پیروزی از خداست. اگر شما از طرف خداوند به پیروزی و غنیمت رسید. اما در آیه قبل نمیگه مصیبت اصابت، میگه اصابت کن مصیبتون، اگر مصیبت به شما رسید. مصیبت از خدا نیست، فضل از خداست. اصولا همیشه بارها تو قرآن گفته خوبی ها از خداست، بدی ها از خودتونه. و این بارها هم من این مثال رو بیان کردم که کره زمین دور خودش و خورشید میگرده، همیشه یه جای کره زمین روشنه، همیشه یه جاش هم تاریکه. هر جای کره زمین روشنه از خورشیده، هر جای کره زمین تاریک از خودشه. قرآن هم میفرماد ما اصابه که من حسنتن فمن الله، اگر خیر رسید فمن الله، اگر خیر به تو رسید از خداست، اگر مصیبت و تلخی رسید از خود ده. اینجا همینطوره، میگه فضل من الله، در جهب اگر غنائم رسیدید پیروزی از خداست، غنائم از خداست. به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه رو از دست میدن، حتی که علم تکن بینکن و بینهم موده، هستن افرادی که به خیر میرسن تنه میزنن، مثلا تو صف نونوایی، تو صف آب برق، مثلا به خیری که رسیدن اصلا انگار با هم داشتن با هم صحبت میکردن، اما یه چیزی که میاد چنون میدوست و بین اوخ تنه میزن، انگار مثلا اصلا با هم رفیق نمیدن. بابا شما الان با هم صحبت میکردید، مثلا منتظر اتوبوسه، نشستن خوش میگن و میخندن، تا اتوبوس میاد چنون هجوم میارن سر، حالا یا مترو یا ترمینال یا هواپیما یا گرفتن بلیتی، اول با هم رفیقن، به خیر کردید که اصلا انگار رفیق نیست. و این سفر در جای دیگه هم هست. مکه بودیم، منتظر ماشین بودیم که میان سوار کنن ببرن،
چون ماشین نبود همه دیده بود، احوال شما دید بود، مشتاق دیدار، التماس دعا، چی چی چی. آقا ماشینی که اومد چنان سوار شدن که انگار با اونا که روبوسی میکردن هیچی به هیچی. انگار انسان خیلی ضعیفه، یه چیز جزئی دنیا بینه همه چیز رو فراموش میکنه. ولئن اصابکم فضل من الله، اگر فضل از طرف خدا رسید، کلم تکم بینکم با بینهم دا، انگار هیچ رفاقتی با هم نداشتن، حریصانه چشمش به غنیمته و میگه کاش اینا به منم میرسید. افرادی که در غم مؤمنین شریک نیستن، اگر غمی رسید میگن خوب شد غم به ما نرسید، در غم شریک نیستن اما در سودها شریک هستن. اینها در بهره ها بخوان سهیم باشن، اینها یه خصلتی از منافقین دارن. بعد فوز عظیم هم رسیدن به دنیاست، میگن کاش به فوز عظیم برسیدیم، چون اینها که شهید نشدن که، مسلمان ها رفتن جبهه پیروز شدن به غنایم گرفتن، اینا میگن فوز عظیم، کاش ما به فوز عظیم. فوز عظیم پلو اینا همین غنایم جنگیه. یعنی آدم منافق چشمش اقدر تنگه، روحش اقدر کوچیکه که غنایم پلوش فوز عظیمه. آدم منافق در تلاش ها نمیخواد شریک بشه، در سودها و بهره ها میخواد شریک بشه. آدم منافق به خیر که رسید رفقا رو فراموش میکنه. این سیمای افراد دنیا نگر هست. خدای تو به حق محمد و آل محمد این خصلت های منفی رو از همه ما دور بدار. این آیه 73 هم تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.